آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان. حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه نهان. حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. روزتون بخیر بینندگان عزیز و همراهان برنامه توضیح المسائل. خوبید انشالله، دنیا بر وفق مراد هست. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید سرخوش و سرزنده از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام باشید انشاءالله. تقدیم میکنم برنامه امروز رو خدمت شما عزیزان از استدیو بین الحرمین و از کربلای معلا. در خدمت جناب استاد رفعتی هستیم. عرض ادب و احترام خدمت ایشون. سلام علیکم. سلام. خوش آمدید. سلام در خدمتتون هستیم. ممنون، متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا رحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على. بله دوستان عزیز و همراهان برنامه، به علت اینکه کم و تأخیر خدمت شما رسیدیم امروز از میان برنامه ابتدایی صرف نظر میکنیم و مشغول درس میشیم. اجازه بدید بنده هم کلامم رو کوتاه کنم و بشنوم استاد امروز چطور ما رو مفیض میکنه. سلام. از محضر شریفتون گفتیم که گروه هایی که از شیعه منحرف شدن اینها هم داخل اقسامی هستند که منکر ضروری یا ضروری یکی از مسائلی شدن که اونها رو داخل در قسم کافر یا در حکم کافر قرار میده، بلکه بعضی از تعبیر روایات این بود که اینها کافر هستن. از اون جمله روایات باز هم یکی دو مورد براتون بخونم. فضیل ابن یسار از امام باقر علیه السلام ابی جعفر نقل میفرماین: ان الله عز وجل نصب علیا علیه السلام علما بینه و بین خلقه، فمن عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا. کسی که منکر امیرالمؤمنین شد، تو این روایت حضرت میفرماید کافر هستند. روایت دیگه ابی حمزه میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم حضرت فرمودن ان علی علیه السلام باب فتحه الله عز وجل، امیرالمؤمنین دری هستند که خدا گشوده. فمن دخله کان آمن مؤمنا، کسی که از این در داخل شود مؤمن است. و من خرج منه کان کافرا. بنابراین منکر امیرالمؤمنین توی این روایت ازشون تعبیر کافر شده. عرض کردیم انشاءالله بحث رو کم کم میگیم، دنبال بکنید تا مشخص بشه، چون تقریبا مورد اتفاق همه علما هست که اونهایی که از دین اسلام منحرف شدن، امیرالمؤمنین یکی از ائمه را قبول نکردن، اینها در حکم اسلام هستن، در حکم کافر نیستن، مثل ناسبی و غلات مجسمه و مجبره نیستن، به خاطر ادله‌ای که انشاءالله بعد ذکر میکنیم. اما علل قاعده اینها هم داخل در اقسام کافر هستند. مشخصه وقتی کسی که نماز رو انکار بکنه، وقتی کسی بگه من قبول ندارم حج از واجباته، بله، از اسلام خارج شده، چگونه است وقتی کسی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو منکر بشه؟ پس فتحیه، زیدیه، عرشبت جارودیه، تمام فرق اسماعیلیه، بحره ها، اینا همه جز اقسام کفار حساب میشن از نظر عقیده. ولیکن به جهاتی در روایات معصومین علیهم السلام اونها رو به حکم مسلمان گرفتن، یعنی محکوم به کفر و نجاست نیستن. تقریبا عرض کردیم مسئله اجماعیه
در مقابل این روایاتی که به اندازه تواتر هست، یعنی روایاتی که ظاهرش کفر این افراد هست، یکی و دو تا ستا نیست، به حد تواتره، ولی در مقابل روایت متواتری که میفرماد اینها کافر و مشرک هستند، یک سری مجموعه روایاتی هست که فرق گذاشته بین ایمان و بین اسلام. اینا مؤمن نیستن ولی کافر هم نیستن، یعنی مسلمان هستن و محکوم به اسلامن، محکوم به کفر نیستن. گذشته از اینکه سیره اهل بیت علیهم السلام، روش عملی معصومین علیهم السلام ارتباط با اینها بوده و با این افراد، عرض نمی کنم اونهایی که دشمنی می کردن، نه، اگر ثابت شد یکی از این فرقه ها با امیرالمؤمنین دشمنی داشتن، با یکی از ائمه دشمنی داشتن، سب می کردن، قطعا کافرن. اما نه، ولاء اهل بیت دارن، اهل بیت رو دوست دارن، فقط منکر مسئله امامتن، علل قاعده کافرن. روایت متواتره هم میگه، ولیکن در مقابلش از روایات دیگری استفاده شده، از سیره معصومین، یعنی ادله قوی تر که این کفر به معنای کفر اصطلاحی نیست که محکوم به نجاست باشن. حالا روز قیامت چه اتفاقی میفته؟ آیا یه شیعه 12 امامی که نماز رو منکر شده در ردیف کفار قرار میگیره ولی اینا در ردیف مسلمان ها، آیا امتیازی برای اونها خواهد بود؟ فعلا بحث ما نیست، بحث ما اینه که آیا اینا داخل در اقسام کفار از جهت نجاست هستن یا نه. ظاهرا نیستن. روایتی است از امام صادق علیه السلام، سماعی سوال میکنه، اخبرنی عن الاسلام و الایمان اهما مختلفان، آقا به من خبر بدید اسلام و ایمان با هم فرق میکنن. فقال، حضرت فرمودن، ان الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان. ایمان اسلام است و اضافه، ولی اسلام ایمان نیست، یعنی به اصطلاح ایمان اخص از اسلامه، دائره ایمان کوچکتر از دائره اسلامه. به عبارت سوم، هر مؤمنی مسلم هست ولی هر مسلمی مؤمن نیست. فقلت و فصف همالی، حالا که اینطور شد آقا برام بفرمایید به کی میگن مؤمن، به کی میگن مسلم. فقال علیه السلام، الاسلام، اسلام با چی محقق میشه؟ شهادت الله اله الا الله و تصدیق به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کسی لا اله الا الله بگه، شهادت به توحید بده، شهادت به رسالت پیغمبر، این مسلمانه. بهی حقنت الدماء، با این عقیده، با این شهادت محقون الدم میشه، یعنی جانش محترم خواهد بود. و علیه جرت المناکح و المواریث، اسلام موضوع ازدواج و ارث، نه ایمان. همین از یک مسلمان شد از هم ارث میبرن و میتونن با هم ازدواج کنن. و علی ظاهره جماعت الناس، به همین حکم میشه در حسب ظاهر. پس اینی که ما نگاه میکنیم از میخوام مخالفین دارا هستن، مرحله ای از ایمانه که اسمش اسلامه. تو دعای ابی حمزه سمالی اون آخراش داره که خدایا بعضیا اسلام آوردن به زبان تا جانشون رو حفظ کنن، تا کشته نشن، ایمانشون فقط زبانی بود، اما من ایمان آوردم به زبان و قلب و اعمال، یعنی ایمان حقیقی آوردم، نه فقط برای که جانم رو حفظ کنم. ولی ایمان و الهدا و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام. اما ایمان هدایته، ایمان قرار گرفتن در صراط مستقیمه، ایمان اونیست که در قلب اسلام ثابت شده باشه، فقط زبان نباشه. و ما ظهر من العمل بهی، اسلام اونیست که به مرحله عمل هم، ایمان اونیست که اسلام به مرحله عمل هم رسیده باشه، یعنی معتقد به نماز، معتقد به حج، معتقد به اصول دین از ابتدا تا انتها هست. بنابراین این روایت میگه اونها مسلمان هستند. تو روایت دیگه حمران از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که شنیدم، این روایت در اصول کافی هست و همچنین روایت قبل، حضرت میفرماد الایمان مستقر فی القلب، ایمان اونیست که در قلب ثابت و مستقر شده، یعنی لقلقه نیست، فقط یک چیز ظاهری نیست. اسلام ظاهریه اما ایمان واقعی و داخل در قلبه. معتقده به خداست، عملش با اطاعت مطابقت میکنه، تسلیم امر خداست. اما اسلام چیه؟ ولی اسلام ما ظهر من قول او فعل، به حسب ظاهر نماز میخونه، به حسب ظاهر شهادت میگه، این اسلامه. و هو الذی علیه جماعت الناس، همین است که میبینه عامه مردم دارن، عامه مردم که شما باشون در ارتباطید اینو دارن.
من الفرق کلها، تمام فرقهای مختلفی که شما نگاه میکنید و بهی حقنت الدماء، با این جانها حفظ میشه و ارث میبرن و نکاح اینا جاهز میشه. خب این جور مزامین ما خیلی زیاد داریم. من فقط یک روایت دیگه میخونم، نشون دهنده اینه که این مرحله است که اهل بیت علیهم السلام هم در سیره عملیشون هم در گفتارشون در تعامل با بقیه مذاهب اسلامی داشتن. صوفیان نامی است میگه شخصی از امام صادق علیه السلام از اسلام و ایمان و فرق به این دو پرسید، حضرت جوابی فرمودن تا اینکه فرمودن الاسلام و الظاهر الاسلام و الظاهر الذي عليه الناس، اسلام همونی است که میبینین عامه مردم دارن به حسب ظاهر، شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و اقام الصلاه و ایتاء الزکا و حج البيت و صيام شهر رمضان، فهذا الاسلام. نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، همین که شما نگاه میکنید عامه مسلمان ها دارن، اینا به حسب ظاهر مسلمانن. تا اینکه فرمودن ال ایمان معرفت هذا الامر مع هذا فان اقر بها ولم يعرف هذا الامر كان مسلما وكان ضالا. اگه به مرحله معرفت رسید، یعنی همون استقرار در قلب، واقعا استقرار، این استقرار شرطش داشتن اعتقاد به مبدا و معاد. کسی که اعتقاد به مبدا و معاد داره، انبیا رو عصمت انبیا رو معتقده. کسی که اینها رو قبول کرد، پیغمبر رو به عنوان معصوم پذیرفت، دستورش رو در جانشینی هم قبول میکنه. بنابراین 12 امام رو هم همینطور. اگر این نشود، فقط یه اسلام ظاهری شد، این شخص مسلمانه و کان ضالن، اما گمراهه. خب مسلمان گمراه نجسه یا نه؟ نه. سیره اهل بیت علیه السلام هم این بوده. دوستان عزیز خوب دقت بکنید، ما در تعامل در رفتار با کسانی که دشمن اهل بیت نیستن ولی پیرو و اهل بیت علیهم السلام هم به عنوان امام نیستن، به حسب ظاهر با اونها باید برخورد بکنیم. در عقیده از اونها جداییم تماما، اختلاف فکری از زمین تا آسمون با اونها داریم، اما با اونها زندگی میکنیم. نه فقط با اونها، حتی با کفاری که دشمنی با اسلام ندارن، بله اونها محکوم به نجاستن، باید این مقدار مراقبت کرد. عذر میخوام، فکر میکنم بیشتر صحبت کنم دوستان عزیز اذیت میشن، انشاءالله تکمیلش رو میذارم برای فردا. پس همین اندازه بدونید اون چه که شما نگاه میکنید مربوط به بحث طهارت و نجاست هست، شرطش اثبات کفر، انکار ضروری. اما مثل این که یک وسعتی داده شده، یک گشایشی شده، یه تقریبا تسهیلی شده بر مسلمین، بر شیعیان اهل بیت علیهم السلام، به خاطر اینکه زندگیشون سخت نشه. حالا از کفار میتونن اجتناب بکنن، شهرهای اسلامی کم نیست، راحت زندگی. اما قرار شد از مخالفین، از منحرفین از مذهب شیعه اثناعشری هم اجتناب بکنن، زندگی واقعا سخت میشه. شاید این لطفی بوده که بر شیعیان شده، و الا از نظر علمی، از نظر قانون و قاعده هایی که گفته شد، اونها هم در ردیف کفار هستن و حساب کتابشون هم ظاهرا روز قیامت با کفار فرقی نمیکنه. من انکر واحدا منا که من انکرنا، یک امام رو کسی منکر بشه، مثل اینکه تمام ائمه رو منکر شده، مثل اینکه پیغمبر رو منکر شده، نه فقط امام صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را کسی منکر بشه، نه دشمنی بکنه ها، نه عداوت داشته باشه، نه فقط انکار بکنه، من او رو به عنوان حجت خدا قبول ندارم، این شخص از دین خارج شده، محکوم به کفره، ولی به حسب ظاهر تعامل اسلامی میشه. مسئله مواریث هست، مسئله ازدواج هست، بپرسن شرعا میگیم اشکالی نداره، ولی خب اولویت در این هست که انسان ارتباطش رو با موالیان اهل بیت علیهم السلام همیشه گرم نگه داره. بازم عذر ما رو بپذیرید. سلامت باشید. خیلی ممنونم جناب استاد. یکی میام برنامه ببینید، در خدمتتون هستیم دوستان. وقتتون بخیر دوستان عزیز و همراهان برنامه توضیح مسائل. قبل از برنامه دوست عزیز رو زیارت کردم که میگفت یکی از مزیت‌های این برنامه این هست که بینندگان خیلی راحت و بدون هیچ دغدغه‌ای میتونن سوال شرعیشون رو بپرسن و اصلا مشخص نمیشه که چه شخصی این سوال رو پرسیده. خیلی از ما توی جامعه امروزی رومون نمیشه بعضی سوالات رو بپرسیم از ترس اینکه شاید نگاه‌های مختلفی بهمون بشه، و این برنامه باب
جدیدی رو باز کرده انشالله. تماس واتسابی رو بس کنم، بعد انشالله شماره رو برای شما میخونم انشالله. مثل اینکه قسمت نیست. بله. 2096477179389 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست. میتونید از طریق تلگرام و واتساب تماس بگیرید و انشالله در خدمتتون باشیم. دوست بزرگواری که تماس گرفتن و مجبور شدم قطع کنم، سعی کنن مجددا تماس بگیرن، در خدمتتون باشیم انشالله. خرید و فروش چک اشکال داره؟ اگر چک حقیقی باشه اشکالی نداره، یعنی واقعا پشتوانه مالی داشته باشه. اما اگر نه، چک مجازی است بدون پشتوانه، فقط یک کاغذ سفیده، این بله اشکال داره. بنابراین چک هایی که در بازار معامله میشه از افرادی که اعتبار بانکی دارن مشکلی نداره. بله، همه بزرگواری که قطع شد تمام شد. سلام علیکم بزرگواری که از واتساپ تماس گرفتید. سلام عرض کردم خدمت شما. علیکم السلام و رحمت الله. برنامه خوبتون، خیلی تشکر می کنم. متشکرم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید سوالتون رو. الو. الو. بله، ظاهرا مشکل اتصال دارم. اگر بیننده هستن انشاءالله پیامشون رو میتونن، سوالشون رو میتونن به صورت پیام هم مطرح کنن انشاءالله. وامی که مدت گرفتنش طولانیه ولی امتیازش اینه که هر کسی نمیتونه بگیره، میشود فروخت با مبلغ بیشتر؟ تماس هم داریم هر کمی سلام. بله، اشکالی نداره، فقط این یک سری جزئیات داره، اجازه بدید بعد تماس اینشون عرض کنم انشاءالله. سلام علیکم بزرگوار که تماس گرفتید از طریق واتساپ، بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. سلام آقا. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید من یه امروزی تصادف رو من کردم، بعد اون ماشینی اصرار داشت که مثلا به من یه مبلغ پولی بده که من یعنی ناراضی بودم از این چیز، ولی بازو رو این چیزا گذاشت تو جیبم، بعد یه مبلغش که مثلا خرج خودم و مثلا درمونم مونه، ولی اون چیزی که باقی مونه حکمش چیه؟ بله، انشالله از طریق تلویزیون بشنوید جوابتون رو. ممنونم تماس گرفتید. ببینید، اگر شما شخص بودید، یعنی دو وسیله به هم نخورده، شخص عابری، شخصی بهش ضربه‌ای وارد کرد به هر جهتی، لازم نیست حتی وسیله نقلیه باشه، شخصی حواسش نبود، دستش آورد بالا خورد تو صورت کسی، عینک داشت، عینکش شکست، خب اگر عمدی نبوده گناه نکرده، ولی حتما باید خسارت رو پرداخت کنه. اگر خسارتی به بدن وارد شده اون هم همینطور، فقط خسارت ماشین، خسارت عینکی که شکسته یا شیشه خونه کسی که مشکل پیدا کرده، همون بحث مادیشه، قیمت گذاری میشه و مقدار قیمتش پرداخت میشه. اگر کسی که خسارت زده برای اینکه دل طرف رو به دست بیاره، مقدار میخواد بیشتر بده با میل و رغبت، اشکالی نداره که بگیره. شما میتونید اگه توش منتی میبینید قبول نکنید، اینطور نیست که اگه زیادتر داد واجب باشه قبول بکنید، حتی کل خسارت رو هم میتونید قبول نکنید، اما علی حال اشکالی نداره قبول کردنش. این مقداری که به شما داده و میفرمایید مقدار بیشتره، شاید خسارتی که بر بدن وارد میشه، چطور در ماشین مثلا میگن یه افت قیمت، اون افت قیمت غیر از خسارت ماشینه، نسبت به ضربه هم که بدن وارد میشه گاهی اوقات دیه وارد میشه، یعنی شما بیمارستان میرید یه استخوان شکسته خدای نکرده یه جا زخم شده بخیه، اما خب علی حال این زخم دیه داره، این شکستگی دیه داره، اگر دیه هش حساب بشه از اون مبلغی که او به شما داده خیلی بیشتر خواهد بود، بنابراین شما باید او را ببخشید. اما اگر نه، فقط یه کوفتگی مختصری، چیزی هم نبوده یا فقط لباسی پاره شده، مبلغ هم بیشتر بوده، خب علی حال به شما هدیه داده اشکالی نداره. ولی معمولا آقای غفوری تو این اختلافات که میشه، یعنی برخوردای اینطوری، معمولا اون کسی که زده بدهکاره، چون مردم نمیدونن احکام دیه رو، و اگر دیه حساب بشه خیلی مبلغ بالا میشه، لذا حتما بعد اون کسی که ضربه خورده ببخشه. بله، خواهش معذرت میخوام. بزرگواری که تماسشون قطع شد. سلام مجدد خدمت شما، در خدمتتون هست. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای علی کوم السلام. علیکم السلام. فقط یه خواهش دارم، یه کمی آجاقا به من وقت بیشتری بدن، تو موضوع مهمه ولی باید پاشه هم قدمش گفته شه. فقط سریع انشالله. سریع که دلیم واقعا برس جور نیه، به هر حال یه تکیه دارن، علمی دارن، در اونجا نفسی میکنه عکس دارن، حاجت میگرم و گوسفند میارم، نفسم معمولا قربانیه، ولی
بیشتر اینا که خواهر و خواهرم خارج ایرانی نیستن، ولی گروهی هستن که بیشتر میارن پوستن میارن از ما خوبی پول به دست نمیارن، نه طریق سرقته تو کشورهای دیگه تو ایران، ولی حرف میکنم برای آقا دارن پوستن میکشن و از این گوشت به ما میدادن. ما خیلی کمک اون بود در نظرم و از مالی هست مالی خوبی نداریم و این گوشت کمک میشد به من بچه ها یا خواهر برداری، اما خواهرزاده من یه خواب دیدن که بودن که شما این گوشت رو میخورین روزگارتون روزگار خوبی نیست، اما تو یا سکته میکنید یا مثلا بلاها خیلی بعد گرفتار میشید رو عذابهای سنگه دارید، و چون من خیلی نماز زیاد میخورم پرسیده بودن که این خواهر من خیلی نماز شما مال حال ایشون میشه، گفتم من هیچ فرق نمی کنه، من فقط میخوام شما بفرمایید چقدر این خواب بود جده، و من دیگه از اون گوشت مالش رو نمیگیرم، ولی فشار مالیش اومده رو دوشمون به قول معروف، حالا این گوشت نیست بخونم به خواهرمون نمیتونیم بگیم ما این خواب رو دیدیم، اما این گوشت رو میده به مردم. شما چی امن میفرمایید ما باید چیکار کنیم؟ هم به این گوشت نیاز داریم هم مصرف نمی کنیم. پول این گوشت از کجا میاد فرمودید؟ پول این گوشت خارجی بودن کافی نیست، اگر صدا منو میشنوید بفرمایید این پول از کجا میاد، یعنی پول رو که قطع کردن مثلا اشکالی نداره، من حالا احتمالاتشو عرض میکنم، پولی که داده میشه برای این کار، پولی که باش گوسفند خریده میشه، یه وقتی پول 100 درصد حرامه، یعنی از راه ربا به دست اومده، از راه بله حالا من عرض میکنم دیگه نیاز نیست تماس بگیرن، یه وقت از راه ربا به دست اومده، یه وقت پولی است که شخص از فروختن گوشت خوک و شراب اینا به دست آورده، بله اون گوسفند اشکال داره، گوشتش هم نباید بخورید، اما اگر نه فقط بعضیشون ایمانشون خیلی قوی نیست، توی کشور غیر اسلامی زندگی میکنن، اینا دلیل نمیشه، هر کسی مالک میشه اون مبلغی رو که از کار به دست میاره، بنابراین اگر هم شک داشته باشید بازم اشکالی نداره از اون گوشت مصرف بکنید، از اون گوشت نظری ذبح شرعی میشه، نذورات بله، خود مصرف کردن گوشت اگر علی حال مصرف به اندازه‌ای بشه که یعنی مصرف این جور چیزای شبهه دار، نه فقط گوشت، هر چیزی که شبهه داره تو زندگی زیاد بشه اثر وضعی میگذاره، فرق میکنه با پولی که 100% حلال خمسش داده شده، هیچ رد مظالمی توش باقی نمونده، نه فقط شما همه ما اصلا زندگی که ما میکنیم اگه میبینید مقدار گره خورده برای خاطر اینکه شبهات تو زندگیمون زیاد شده، خوابم نمیخواد ببینیم واقعیت، داریم میبینیم زندگیمون گره خورده، سخت شده، پدرها مادرها با بچه‌ها، بچه‌ها با بزرگتراشون، همسایه‌ها با هم دیگه، یکی از علتهای مهمی که زندگی سخت شده چی هست، اینه که متاسفانه مال شبهه تو زندگیمون زیاد شده، آردی که گندمی که زکاتش داده نشده، با دست پاک آرد نشده، خمیر نشده، زمینی که مشکل داشته، تقسیماتی بوده که تقسیمات شرعی نبوده، تا میرسه به دست ما و بقیه، یا پولی که ما برای این نور مصرف میکنیم، اون نونه اینطور پول ما از کجا اومده؟ یا آقایی که از قیافش پیدا بود از خیلی مؤمنین پروپاقرس هم هست، بغل حرم است عباس علی السلام دیروز سوال از خمس میکرد، حدود 50 خورده ای سالش هم بود، گفت حالا خمس ندادم، کارخونه و زندگی و امکانات هم دارم، علی حال اینها سبب میشه که پولای ما مشکل دار بشه، بنابراین اگر شبهه دار هست کمتر مصرف بکنید، به اندازه نیاز مصرف بکنید، اشکالی نداره نسبت به اون خوابی که فرمودن، خواب اصلا حجت نیست، خواب به هیچ وجه اعتباری نداره، هیچ وقت بر خواب ترتیب اثر ندید، زندگیتون رو بر اساس خواب بنا نکنید، بله احتیاط خوبه، آدم خواب میبینه که بنده خدایی که از دنیا رفته گرفتاره، خوب آدم براش خیرات بکنه، آدم خواب میبینه جایی که داره زندگی میکنه یه مقداری خلاصه ظلمت و گرفتاری و حمله و هجمات و چشم و حسد و اینا روشه، خب این خوابم نمیخواد، آدم وقتی حس میکنه یه مقدار تو اون زندگی تو اونجا داره سختی میکشه، چه بسا با جابجا شدن با هجرت اگه خیلی سخت نباشه براش مشکلاتش کمتر بشه. بله سوالی که جواب کامل ترش رو گفتید بعد از تماس ها میدیم و دو سه تماس واس کردیم، وامی که مدت گرفتنش طولانیه ولی امتیازش اینه که هر کسی نمیتونه بگیره رو میشه با مبلغ بیشتر فروخت. شما وقتی که یک وامی رو به خاطر اینکه توی جایی کار میکنید یا به خاطر اینکه مدتی پول سپرده گشید یا به هر جهتی، چون خود اینم گفتیم محل اشکاله، شما برای وام نبوده پولی جای صندوق قرض حسنه گذاشتید، حالا یه امتیازی پیدا کرد، یا در جایی کار میکنید که به قول خودتون وام دراز مدت به شما میدن، این حق برای شماست، این حق رو میتونید به دیگری واگذار بکنید در مقابلش مبلغی، ولی به عنوان مصالحه باشه، من این حق خودم رو ساقط میکنم به شما واگذار میکنم در مقابلش مصالحه میکنم، به معنی خرید و فروش نباشه. بله فرودگاه یا ایستگاه قطار که بیرون شهر هستن، اگر کسی قصد سفر داره و ظهر
مجبور بشه که در اون مکان ها باشه نمازش کامله یا شکسته؟ بله سوال خیلی مهمیه، خیلی هم ازش غافلن. مثلا شخصی از خونش در اومده تا ایستگاه قطار یا تا فرودگاه، فاصله اون فرودگاه یا ایستگاه قطار تا خونهشون 10 کیلومتر 15 کیلومتره، یعنی از حد ترخص بیرونه، دیوار شهر دیگه دیده نمیشه، از آن دیگه شنیده نمیشه. خب وقتی که میخواست بره فرودگاه و برگرده اونجا باید نماز کامل میخوند، اما حالا که میخواد مسافرت بره، میخواد پرواز کنه، میخواد با قطار یه جای دور بره، بیش از 4 فرسخ، اونجا نماز شکسته میشه. پس نگاه کنید، اگر جایی رفتید که کمتر از 4 فرسخه ولی از اونجا میخواد به جای دورتری برید، اون در مسیر شماست، اونجا نمازتون شکسته میشه. اما اگر از اونجا میخواد برگردید دوباره به وطن، رفتید به کسی سر بزنید، فامیل بردارید بیارید، به هر جهتی برمیگردید، اونجا نمازتون کامله. خب حالا اگر مسافت کمتره، ایستگاه قطار 3-4 کیلومتری شهره، فرودگاه 3-4 کیلومتری شهره، متصل به شهره، اصلا دیوار شهر دیده میشه، اونجا دیگه نماز کامله، چون شما از شهر خارج نشدید. 5 فرزند دارم که 3 تاشون دختر دم وقت هستن، با یک حقوق مستمری پس اندازی هم ندارم و طی ماه‌ها کمک‌های مالی به افراد نیازمند می‌کنم. آیا می‌شود این کمک‌ها را به عنوان خمس سالم حساب کنم؟ اگر شما اجازه از حاکم شهر بگیرید، بله، یعنی به حاکم شهر مراجعه می‌کنید، میگید که من تقریباً سالی اینقدر خمسم میشه، حالا امسال من میگم مثلا امسال من 5 میلیون خمسمه، اما من افراد مستحق زیاد به مراجعه می‌کنن، اجازه می‌دید این 5 میلیون رو نصفش رو به سادات فقیر، نصفش رو به غیر سادات فقیر، عام فقیر بدم؟ مرجع تقلید شما به شما اجازه میده. اگه به شما اجازه داد، اگر عرض میکنم بعضی از مراجع اجازه میدن، بعضی از مراجع اجازه نمیدن، یه درصدیشو اجازه میدن، هر مقداری که به شما اجازه داده شد به همون مقدار، به همون میزان از مبلغ شما میتونید در طول سال به فقرا بدید، اما بقیهش حتما باید به حاکم شهر برسونید. این اتفاق میفته، بعضی هستند که درآمدشون یک دفعه دستشون نمیاد، خورده خورده دستشون میاد، الان حساب میکنه سرمایهش، کارخونش فرض بکنیم 10 میلیون خمسه شد، اما الان 10 میلیون نقد نداره، اجازه از حاکم شهر میگیره، پرداخت هایی که به فقرا و مستمندا با دقت البته انجام میده در طول سال از خمسش حساب میکنه. اما اگر اجازه از حاکم شهر نگرفتید، پرداخت های قبلیتون تمام شد، دیگه اونا رو نمیتونید حساب بکنید، پرداخت های از این به بعدتون رو بابت خمس با اجازه حاکم شهر میتونید حساب بکنید. بله، وقتی در سود و زیان 2 نفر شریک میشن میشود وقتی طرفی که پول و اعتبار بیشتر دارد در سود درصد بیشتری بردارد؟ بله اشکال نداره، طبق قرارداد مشکلی نداره، فقط باید مشخص بشه چند درصد. اگر پولی رو از مؤسسه خیریه بگیریم که در کار تولیدی مصرف کنیم اما با آن تجارت کنیم، مضاربه باطل است؟ بله، چون شما مالکش نیستید، وکیلم نیستید، متولی نیستید، فقط یه واسطه اید. وقتی واسطه هستید فقط میتونید جابجا بکنید، یعنی بردارید برسونید دست اهلش، یا فقط نگهبان هستید نه بیشتر. اما اگر بخوایم خرید و فروش انجام بدیم این حتما، بله، یه وقتی من از حاکم شهر اجازه میگیرم، میگم آقا پولهایی از وجوهات شرعی دست من میرسه، از این کارهای خیر، صندوق صدقات و اینها، و من احساس میکنم که الان باش این تجارت رو انجام بدم. مثلا ما گوسفند گوش میدیم به خانواده های فقرا، الان ما گوشت بخریم، گوسفند بخریم، سرمایه بذاریم برای 1 ماه 2 ماه 3 ماه دیگه، خیلی به نفع ما میشه، سود میکنیم. اجازه هست این کارو با پولای مردم که به ما به عنوان خیریه دادن انجام بدیم؟ اگر حاکم شهر این اجازه رو به متولی داد، یا به صورت کلی یا به صورت یک مورد خاص، بله میتونه، چون حاکم شهر اختیار رو داره نسبت به این وجوهات. اما من خودم سر خود این کارو انجام بدم؟ نه، مگر یه راه دیگه هم داره، اون کسانی که به شما این کمک ها رو میدن به شما این اختیار رو داده باشن که با این پولهای ما اگر نیاز دیدید تجارت انجام بدید. گفتن که توضیحی در مورد فرقه بطریه بدید. بله، من خیلی با این اصطلاح آشنا نیستم، اما اون مقداری که میدونم، بله، اون مقداری که میدونم الان به افرادی میگن که نسبت به این دو واجب، تولی و تبری، شرایط کامل رو رعایت نمیکنن. یعنی کسانی هستن، البته در روایت اومده این کلمه، کسی هست که مثلا محبت اهل بیت علیهم السلام داره، شیعه اهل بیت هست، اما نسبت به دشمنان اهل بیت اون دشمنی لازم رو نداره، یعنی یه جوری با اونها کنار اومده. اگر این مراد باشه از بطریه، خب بله این کار اشتباهی است، انسان باید تولی و تبریش کامل باشه. البته این سوء استفاده نباید بشه، هر چیزی باید زیر چتر روایات اهل بیت علیهم السلام عمل بشه.
معنای تبری این نیست که شمشیر برداریم با کسی که دشمنان عرض شود که معتقد به اهل بیت علیه السلام نیست بجنگیم. قطعا سیره اهل بیت علیه السلام هم این نبوده. بله اگه کسی به جنگ ما آمد از خودمون دفاع میکنیم، اما این اختلاف غیر از عنف و خدای نکرده درگیر شدن و اون چیزیست که الان در سیره افرادی که روششون روش بنی امیه هست و بنی سفیان میبینیم، روش اهل بیت علیه السلام در برخورد با مخالفینشون حتی دشمنانشون این بوده که از نظر فکری از اونها تبری میجستن، با عقیدهشون مخالفت میکردن، اما نسبت به اشخاصشون نه، مگر زمانی که مورد حمله یا هجومی انسان باید از خودش دفاع بکنه. علی حال بطری یک فرقه اعتقادی هستن که ما از اعتقاد اونها بری هستیم. بله، کمتر از 2 دقیقه زمان داریم و پرسیدن که نمازهای نافله چطور نیت میشه؟ هر نمازی همونی که گفته شده نیتشه. مثلا میگیم نافله صبح، نیتش میشه نافله صبح. نماز شب چهارم ماه رجب، نیتش میشه نماز شب چهارم. نماز شب نیمه شعبان، نماز شب نیمه، نیتش همونیست که وارد شده. یه نمازی وارد میشه مثلا بین نماز ظهر عصر روز جمعه، نیتش میشه نمازی که وارد شده بین ظهر عصر روز جمعه، قربتن الله الله اکبر. نمازی وارد شده مثلا بر روز اول ماه، نیتش نماز روز اول ماه، قربتن الله. نافله هم همینطور، نافله ظهر عصر مغرب عشا، قربتن الله. به خیلی متشکرم دوستان. تا فرمان چقدر زمان داریم؟ خب 1 دقیقه یک سوال کوتاه بپرسم. اگر در حال غسل کردن اجزای بدنمون که غسل دادیم و پاک شده نجس بشود، آیا غسلمون باطل میشه؟ چون غسل شرطش موالات نیست، اشکالی نداره. یعنی که سرگردن رو شست تمام شد نجس شد، اشکالی نداره. سمت راست تمام شد نجس شد، اشکال نداره. اما اگه در اثنا باشه احتیاطاً تطهیر کنه، یعنی مثلا داره سمت چپ رو میشوره، سمت چپ اون قسمتی که شسته مثلا دستش نجس شد، برگرده دوباره دست رو بشوره و ادامه بده. اما اگه دست راست بوده دیگه تمام شده. خیلی ممنونم، متشکرم جناب استاد. از شما عزیزانم ممنونم که امروز هم بیننده برنامه بودید. انشاءالله در برنامه های آینده هم در خدمتتون هستیم. فراموش نکنید از طریق یوتیوب و فیسبوک هم میتونید بیننده این برنامه باشید. در پناه خدا باشید. یا علی. Oh,